6 نوامبر 15 آبان مصادف با روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست به هنگام جنگ و درگیری‌های مسلحانه. زندگی، صلح، پیشرفت و توسعه در یک کشور بدون محیط زیست و طبیعت پاک امکان پذیر نیست. استفاده از سلاح‌ها، تخریب ساختارها و پالایشگاه‌ها، آتش‌سوزی، حمل و نقل‌های نظامی و انتشار مواد شیمیایی همه نمونه‌هایی از اثرات مخرب جنگ بر محیط زیست هستند. به طور کلی اثرات جنگ بر محیط زیست به موارد گسترده ذیل تقسیم می شود. تخریب زیستگاه ها، آوارگی و پناهندگی انسان ها، از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری، تخریب زیرساخت های شهری، افزایش ناگهانی تولیدات غذایی و آسیب منابع طبیعی، استراتژی های مخرب محیط زیستی به طور مثال آتش زدن ساختمان ها، زمین های کشاورزی، جنگل ها و غیره، شکارهای غیرقانونی، آلودگی ناشی از سلاح‌های بیولوژیکی، شیمیایی و هسته‌ای. از جمله فعالیت‌ها و جنگ‌هایی که خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد نموده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. انفجار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در کشور اوکراین سال 1986. تشعشعات رادیواکتیو ناشی از این حادثه کماکان موجود است و احتمال می‌رود تا سال 2065 ادامه داشته باشد. حمله به بندر پرل هاربر کشور آمریکا توسط ژاپن، جنگ جهانی دوم. جنگ بین کشورهای ایران و عراق سال 1980. بخش‌های وسیعی از هورها و دریاچه‌های واقع در خاک ایران و عراق با اهداف نظامی خشک شد که اکنون به عنوان مناطق بحرانی گرد و غبار برای مردم ایران و عراق مشکل ساز شده‌اند. جنگ بین کشورهای کویت و عراق سال 1990. صدها حلقه چاه نفت به آتش کشیده شد که منابع آبی و دریایی گسترده را آلوده و هوا را غیرقابل تنفس کرد. جنگ کوزوو 1998 تا 1999. آزمایشات هسته‌ای کشورهای هند و پاکستان سال 1998. انفجار مراکز تجارت جهانی نیویورک سال 2001. حضور گروه تروریستی داعش در منطقه غرب آسیا از سال 2003 تا کنون. آزمایشات هسته‌ای کشور کره شمالی سال 2006، 2009 و 2019. زهرا جواهریان، کارشناس در حوزه محیط زیست ایران: 30 سال بعد از جنگ ایران و عراق همچنان مین‌های خنثی نشده در طبیعت وجود دارد و همچنین استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی باعث تغییر در اکوسیستم‌ها شده که زمینه‌ساز فرسایش خاک، عدم حاصلخیزی و باروری خاک و در نتیجه آن عدم کشت‌پذیری در این زمین‌ها شده است. همچنین استفاده از سلاح‌ها اثرات ژنتیکی بر روی انسان‌ها، کاهش گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری دارد. ایران و افغانستان جزو آلوده‌ترین مناطق جهان به مین‌های زمینی هستند. با گذشت بیش از 30 سال از پایان جنگ ایران و عراق، هنوز انفجار مین در نقاط غربی و جنوبی ایران قربانی می‌گیرد. از جمله اقدامات مؤثر در زمان درگیری و جنگ که می‌توان میزان آسیب به محیط زیست را کاهش داد: عدم مین‌گذاری در خاک و بستر دریاها، عدم تغییر مسیر رودخانه ها، عدم استفاده از بمب‌های شیمیایی و هسته‌ای، عدم آتش‌سوزی جنگل‌ها و خشک کردن هورها و تالاب‌ها. ماده 53 از کنوانسیون 1949 لاهه بیشتر تصریح می‌کند که تخریب هر گونه دارایی‌های حقیقی و شخصی توسط قوای اشغالگر به شکل فردی یا جمعی که به اشخاص حقیقی و یا دولت و یا دیگر مقامات دولتی و یا سازمان‌های اجتماعی و تعاونی تعلق داشته باشند ممنوع می‌باشند، مگر آنکه یک چنین تخریب‌هایی ضرورتی مطلق در عملیات نظامی باشند.
بند 147 از کنوانسیون 1949 لاهه شامل تخریب غیرقابل توجیه و مصادره دارایی‌هایی است که بر طبق ضرورت نظامی توجیه نمی‌شوند و به صورت غیرقانونی خارج از کنترل انجام شده و نقض شدید این کنوانسیون می‌باشند و بنابراین مستوجب مسئولیت کیفری فردی می‌باشند. هدف 14 و 15 سند 2030 یونسکو به حفظ و استفاده پایا از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایا و حفظ، بازیابی و بهبود استفاده پایا از اکوسیستم‌های خاکی، مدیریت پایا جنگل‌ها، مبارزه با بیابانزایی، متوقف کردن یا معکوس کردن روند تخریب زمین و متوقف کردن روند از دست رفتن تنوع زیستی اشاره می‌کند. و همچنین با اشاره به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی، قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان و قانون تصویب متن تجدید نظر شده کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات، دولت ایران موظف به حفظ محیط زیست و به حداقل رساندن آسیب به محیط زیست می باشد. امید است با افزایش حس مسئولیت پذیری و آگاهی رسانی در بین انسانهای تمام کشورها و همچنین کاهش درگیری های مسلحانه و جنگ های بین کشوری و درون کشوری از صدمه وارد کردن به محیط زیست جلوگیری کنیم و بتوانیم از منابع طبیعی برای نسل های آینده بشری نیز حفاظت نماییم. برای دیدن ویدیوهای بعدی کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید.